رسم اشکال. در نرم افزار اکسل میتونیم یه سری اشکالی رو رسم کنیم. برای انجام این کار در نوار ریبون ها بر روی سربرگ اینسرت کلیک چپ میکنیم، در گروه ایلستریشن با قرار دادن مکان نما بر روی فرمان شیپ و کلیک چپ کردن بر روی مثلث کنار اون به یک گالری از اشکال دسترسی پیدا کنیم. میتونیم خطوط، منحنی ها، شکل های مستطیل گونه، فلش ها، نمادهای ریاضی و سایر مواردی که در این قسمت مشاهده میکنیم مثل کال اوت ها، استار اند بنر ها رو در این قسمت رسم کنیم. من در ناحیه رکتانگولار بر روی این شکل کلیک میکنم، مکان نما به حالت یک به علاوه ترسیم میشه. در یه نقطه مثل اینجا مکان نما رو کلیک میکنم و درگ میکنم و به سمت نقطه بعدی حرکت میکنم. بعد از اینکه شکل رسم شد، سربرگ وابسته دیزاین تول با سربرگ فرمت اینجا برامون ظاهر میشه. برای جابجایی تصویر میتونیم مکان نما رو در یه لبه اطراف اون قرار بدیم و حرکت بدیم. برای چرخش میتونیم مکان نما رو در این قسمت قرار بدیم و بچرخونیم. با استفاده از این نقطه های زرد رنگ یک تغییر شکل ایجاد کنیم. در صورتی که بخوایم تغییر شکل رو با نقاط بیشتر انجام بدیم، از ادیت شیپ استفاده کنیم و اینجا ادیت پوینت بیایم مثل پوینت هایی رو اضافه کنیم. پوینت یعنی نقطه و شکل رو تغییر بدیم. در صورتی که بخوایم شکل منحنی رو رسم کنیم، میتونیم در گروه اینسرت شیپ اینجا اگر ملاحظه کنیم، برای این دکمه مور اینجا کلیک کنیم و از حالت‌های منحنی recently used shape از این قسمت، از این حالت‌های کیو استفاده کنیم. من در یه نقطه مثل اینجا کلیک می‌کنم، یه نقطه مثل اینجا کلیک، یه نقطه مثل اینجا کلیک، این رو در واقع میرم به سمت بالا. برای اینکه نقطه آخر پایان بپذیره باید دوبار کلیک چپ کنیم. این در واقع منحنی ماست که زمانی که برای منحنی کلیک می‌کنیم، می‌تونیم با استفاده از این گروه shape style تغییرات لازم رو بر اساس استایل یا سبک بر روی اون به وجود بیاریم و کلیک بر روی دکمه مور سری حالت‌های مختلفی رو به ما میده که من مکان نما رو قرار میدم، فلش یک سر، فلش‌های دو سر که اینجا ملاحظه می‌کنید و میتونیم در کارمون از این حالت‌ها استفاده کنیم. بر روی شکل مستطیل گونه کلیک می‌کنیم. اینجا هم همین گونه در حالت شیپ استایل میتونیم از حالت‌های مختلف استفاده کنیم و با استفاده از شیپ فیل در واقع میتونیم پر کننده رو رنگش رو عوض کنیم. من این حالت رو انتخاب کردم و یا میتونیم اصلا نو فیل رو انتخاب کنیم، پر کننده ای نباشه. با استفاده از پیکچر تصاویر رو استفاده کنیم، گرادینت تیف رنگ رو اینجا میتونیم استفاده کنیم و با استفاده از تکسچر میتونیم یک بافتی رو به این حالت بدیم. من حالت واتر رو اینجا انتخاب میکنم. با استفاده از شیپ اوتلاین در واقع میتونیم خطوط اطراف رو براش معرفی کنیم. من یه همچین خطی رو براش معرفی میکنم و با کلیک بر روی شیپ اوتلاین در واقع میتونیم یه سری رنگ هایی رو استفاده کنیم و بهش بدیم. با استفاده از داشز اینجا میتونیم این حالت نقطه چین اینجا استفاده کنیم. با کلیک بر روی شیپ افکت میتونیم پریست هایی که از قبل اینجا آماده شدن استفاده کنیم. با استفاده از شادو سایه‌ای بدیم، با استفاده از رفلکشن انعکاسی رو بدیم، با استفاده از گلو میتونیم درخشندگی رو ایجاد کنیم، با استفاده از سافت اج میتونیم یه سری حالت های نرمی رو در لبه ها بدیم، با استفاده از بول صد تصویر رو تغییر شکل بدیم و یه حالت‌های برجسته و تورفتگی رو در اون ایجاد کنیم و با استفاده از 3D روتیشن میتونیم یک حالت 3D رو به اون اختصاص بدیم. میتونیم یک متنی رو در این شکل رسم کنیم. برای انجام این کار پس از اینکه شکل رو انتخاب کردیم کلیک راست میکنیم و اینجا بر روی ادیت تکست کلیک میکنیم. من اینجا میام به زبان فارسی تایپ میکنم، مرکز آموزش های الکترونیکی رضوان. شاید شما در حال حاضر هیچ تصویر رو نبینید به خاطر اینکه متن اینجا سفیده. من میام این متن رو اینجا به این حالت انتخابش میکنم. مینی تول بارز اینجا برامون ظاهر میشه. ابتدا رنگ رو من اینجا میام قرمز میکنم و فونت رو میام در حالت یک فونت فارسی مثل بی‌نازنین انتخاب میکنم، بولدش میکنم، حالت وسط چینش میتونیم قرار بدیم و فونت سایز اون رو 28 قرار میدم. اینجا بعد از رضوان کلیک میکنم، کلید انتر رو میفشارم
میایم اینجا یه متن انگلیسی تایپ میکنیم، مثلا مثل دامنه سایتمون www.r-elc.ir و با انتخاب کردن در این قسمت میتونیم رنگ این رو به جای رنگ قرمز یک رنگ بنفش انتخاب کنیم و با استفاده از قسمت Water Word Art Air Style میتونیم در واقع از سبک های Word Art اینجا استفاده کنیم. ببینید من ابتدا کل این رو میام انتخاب میکنم، متن رو بر روی کلید More در گروه Word Art Style کلیک میکنیم و با قرار دادن مکان نما بر روی هر کدوم از این استایل ها میتونید تغییرات رو اینجا مشاهده کنید. با استفاده از Text Fill میتونیم متن پرکننده اون رو انتخاب کنیم. با استفاده از Text Outline میتونیم خطوط بیرونی متن رو تعریف کنیم، من یه رنگ بنفش. و با استفاده از Width میتونیم در واقع پهنای اون رو براش معرفی کنیم. با کلیک بر روی Text Effect میتونیم حالتهای مختلف Shadow، سایه، Reflection، در واقع حالتهای انعکاس که در تصویر دارید میبینید به این حالت و یا Glow، یک درخشندگی خاصی رو میتونیم به اون بدیم. با استفاده از Bevel میتونیم اون رو حالت دکمه های برجسته بکنیم. 3D روتیشن میتونیم در واقع اون رو در یه حالت 3D قرار بدیم و با استفاده از ترانسفرم که دارین میبینید یه همچین حالت هایی رو ما میتونیم براش قرار بدیم. من دارم مکان نما رو اینجا قرار میدم. حالا کلیک کنیم بر روی تک تک اینها میتونیم حالات رو اینجا مشاهده کنیم. گزینه مورد نظرتون رو انتخاب کنید اینجا. من این حالت رو انتخاب میکنم و برای اینکه این حالت افکت رفلکشن بره این رو در حالت نو رفلکشن قرار میدم که دقیقا به این حالت تبدیل بشه. ببینید اینجا ما اومدیم مرکز آموزش الکترونیکی رضوان رو به حالت مشدار تبدیل کردیم و با استفاده از سایز اون رو تغییر بدیم. ببینید در واقع من سایز رو دارم تغییر میدم در این شکل، حالا چه از نظر هایت چه از نظر ویدز. و با استفاده از ارنج تونیم ترتیب قرارگیری اشکال بر روی هم که در واقع جلو باشن یا پشت باشن و با استفاده از الاین حالت‌های همترازی رو میتونیم برای اشکال تعریف کنیم و از این فرمان‌ها نیز استفاده کنیم.